داستان سانسور که با توجه به دوره‌ای که من کار میکردم به عنوان روزنامه‌نگار در ایران خب گره خورده به سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران که بارها و بارها داستانهای مختلفی در مورد سانسور و موضوعات من خودم تجربه کردم به عنوان دبیر سرویس روزنامه اعتماد ولی یکیشون خیلی به نظرم مهم بود و در زندگی من هم تاثیرگذار بود داستان روزی بود که گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد قتل زهرا کاظمی در مجلس خونده شده بود و ما تو روزنامه من مسئول گروه سیاسیش بودم به دلیلی که این گزارش در صحن علنی مجلس خونده شده بود و رادیو هم طبق قانون اساسی مذاکرات مجلس رو پخش میکنه در اصل همه شنیده بودن یعنی یک چیز پابلیک شده بود ولی چون توی گزارش اشاره شده بود که یکی از کسانی که متهم به قتل زهرا کاظمی هستش یا نقش داشته سعید مرتضوی بودش که دادستان تهران بود ما اون شب به اصطلاح من به عنوان خب کسی که مسئول خبرهای سیاسی بودم به عنوان یه خبر خیلی مهم سیاسی طبق اصول روزنامه نگاری باید این موضوع رو پوشش میدادم و ما تو گروهمون تصمیم گرفتیم که این گزارش که تو مجلس خونده شده بود رو گزارشش رو در روزنامه چاپ بکنیم و خود من استنباط من این بود که اگر تا قبلش این موضوع موضوع خال حساسیت برانگیزی بود به دلیل اینکه در مجلس قانونی کشور گزارش رو خونده و پخش شده در رادیو میتونه غیر محرمانه باشه یا حداقل حساسیت کمتر باشه و ما تصمیم گرفتیم کارو بکنیم و گزارش رو منتشر کردیم یعنی در دو تا صفحه روزنامه این کارو کردیم روزنامه آماده شد که بره بعد چاپخونه تا روزی که تا ساعت 8 شب که ما صفحه آخرم داشتم میبستم صفحه آخر روزنامه شد صفحه اولم تیتراش درست شده بود اینا که سردبیر روزنامه به من زنگ زد تو اتاق صفحه بندی بودم به من گفت بیا پایین کار دارم من اومدم پایین حد میزدم که چه اتفاقی میفته و سردبیر اون گفتش که آیا که دادستان تهران زنگ زده و گفته که اگر گزارش رو کار بکنید روزنامه‌تون رو تعطیل می‌کنم و روزنامه گزارش رو باید حذف بکنید بعد من اومدم استدلال کردم گفتم که چرا باید حذف بکنیم بخاطر اینکه مجلس قانونی کشور تصمیم گرفته گزارش منتشر بشه تو رادیو هم پخش شده اما خب زور مرتضوی بیشتر بود و ما اون شب مجبور شدیم چندین بخش از روزنامه رو حذف بکنیم و من رفتم از تلکس یه سری خبرهای معمولی گرفتم و ریختم و سفر رو پر کردم تا اینکه صبح روز بعدش تقریبا همه روزنامه‌های ایران این موضوع رو پوشش نداده بودن چون ولی در این حال این مهمترین موضوع روز قبل بود و رادیوهای خارجی دوستای همکارای سابقی که داشتم که در رادیوهای دیگه کار می‌کردن از جمله رادیو فردا تماس گرفته بودن و میگفتن که چی شد داستان به اصطلاح این گزارشی شد در روزنامه‌ها و بعد من تعریف کردم داستان شب قبل رو که مرتضوی زنگ زده بود و چه تهدیدایی کرده بود و چرا ما خبر رو کلا حذف کردیم بعد از من پرسیدن که آیا حاضری اینو گفت بگی در رادیو منم گفتم آره و به اصطلاح ضبط کردیم یک مصاحبه رو و من تشریح کردم اتفاقات شب قبل رو که دادستان تهران چه کارایی کرده و چرا ما مجبور شدیم اون مطلب بسیار مهم رو حذف بکنیم و بعد استدلال منم این بود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ شخصی هیچ مقامی حق نداره که نشریه رو وادار به انتشار مطلبی بکنه یا جلوگیری کنه از مطلبه یعنی بر اساس قانون اساسی شخص دادستان رو یک ناقض قانون اساسی معرفی کردم که خب همین داستان بعضی که اینترویو به مصاحبه پخش شد تبدیل شد به یک داستانی که من چند روز بعدش توسط سیستم امنیتی احضار شدم و مشکلات من با دادستانی تهران شروع شد که منجر به پرونده‌ای شد که یک سال بعد در من تشکیل شد.